با تاجیکستانی عزیز و دیاری ساکنان گوناگون ملت کشور باز نوروز فرخنده پای با 100 هزار نکهت و آرایش عجیب قدم های خوشفال می نهد و برابری خود فصل بهاری نوزنین را که سراسر از شکوفتن و رستن ها نفس گرم و سبزکاری ها و طغیان قلب های بقرار آمیزش دارد استقبال می گیرد. در این دوره زنده شوی طبیعت خورشید به برج حمل داخل گریده روز نو سر می شود و با گرمی جهان بخش از آغاز بنیادکاری ها و کشتکاری مردی دهقان خبر می رساند. در این ایام گلریز فصل بهار نوزنین خلعت و استقبال نوروز بین الملل با اقدام مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه دوشتیج با زیاده از 220 نفر اشخاص امکانیتشان محدود، کودکان و نورسان معیوب، زنان و مردان کلانسالان یکه و تنها و به پرستاری در قید مرکز منطقوی خدمت‌رسانی اجتماعی با پیرانسالان یکه و تنها و معیوبان قرار داشته تحفه های ارزشمند نوروزی تقدیم و در مجمع فراغتی صدف جمعیت مطلوبات نوحیه دسترخان خاکسارانه جشنی آراسته شد. در آمدگاه مجمع با محصول دستان معیوبان و اشخاص یکه و تنها گلدختران و پسرکان با امر تقدیر با آریزه ها گرفتار شده آرا یافته بودند. در نمایشگاه محصولات دوزندگی و بافندگی، کشیده دوزی و قرق دوزی، رسامی و مهربافی معیوبان و اشخاص یکه و تنهای هنگامی مشغولیت های هنرمندی در مرکز اجتماعی منتظم عمل کننده ساخته و بافته شده با مرز گذاشته شده بودند که بیننده را به شوق می آورد. باید ذکر کرد که با ابتکار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه دوشتیج در مرکز اجتماعی تایی چند سال تشکیلات جمعیت مقصد فعالیت دارد. هدف این نهاد پیوسته به معیوبان سن سال گوناگون اشخاص یکه و تنهای در بود و باش روزانه مرکز اجتماعی قرار داشته آموزاندن کسب های دوست داشته محسوب می یابد. هنرمندان امکانیتشان محدود با محصول دستان خیش علاقه در یک ایده آزمون های سطح ولایتی و جمهوریوی شرکت ورزیده سازوار جای های نمایان گردیدند. حاضرین را در مجمع صدف مسئولین مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه دوشتیج با فرارسی جشن نوروز بین الملل و فصل بهار نوزنین صمیمانه تبریک گفته تحفه های ارزشمند تقدیم نمودند. گفته شد که در مرکز منطقوی خدمت‌رسانی اجتماعی با پیرانسالان یکه و تنها و معیوبان نوحیه سه بخش عمل داشته 43 نفر کارمندان با 222 نفر پیرانسالان یکه و تنها به سرابان مونده معیوبان جای زیست مقرری نداشته و در حالت دشوار زندگی قرار گرفته از روی 5 نمود خدمت اجتماعی میرسانند. در مرکز برای 54 نفر معیوبان سن سال گوناگون اشخاص یکه و تنها امکانیتشان محدود و به سرابان مونده همه شرایط های بود و باش و کسب آموزی و فرهنگ پروری مهیا گردانیده با مهر و محبت و احترام همه روزه نهاری و یک محل خوراکی گرمی رایگان پیشنهاد میگردد که پوشیدن خراجات موجوده را مقامات اجرایی حکومت دولتی، سروران کارخانه و تشکیلات، صاحبکاران با ننگ و ناموس و اهالی خیر و احسانکار به ذمه دارند. در مرکز سه بخش فعالیت نموده و 222 نفر نیازمندان موافق 18 دهه های گرد و اطراف ناحیه و 7 جماعت خدمت رسانی های اجتماعی می رساند. در بود و باش روزانه مرکز باشد 54 نفر از حساب بودجه محلی با یک محل خوراکی گرم تامین می باشند. نیازمندان همه روز با یک مهر با یک محبت به مرکز قبول کرده می شوند و آنها خدمت رسانی های طبی، پدگوگی، روانی و روحی اجتماعی رسانده می شود. در انتها برنامه رنگین فرهنگی نوروزی با کوشش معیوبان سن سال گوناگون و اشخاص امکانیتشان محدود آماده گردیده پیشنهاد حاضرین گردانیده شد که پسند همگان گردید. گلنازه میروه و ایرج فوزیلوف از ناحیه دوشتیج جهان نما خبر.